به نام بی نیاز عالم آرا، ارادتمند تک تک دوستان در کالج باستانی، امیدوارم تندرست و شادمان باشید. دوستان گرامی، این پیج رو اختصاص دادم به اولیا و سفلا، دلیل ساخت اولیا و سفلا و مکانهای مهم در اولیا سفلا و در اولیا سفلا چه چیزهایی میتونید پیدا بکنید و قسمت مهم در اولیا سفلا چی هست. ببینید دوستان عزیز، اولیا و سفلا مکان هخامنشی هست، فاصله هست بین اولیا و سفلا و حتی ما در بعضی مناطق وسطا هم داریم، یعنی یک روستایی داریم در بین اولیا و سفلا. خدمت شما عرض بشه که همیشه در اولیا و سفلا دوستان عزیز ما قلعه شاهی رو داریم و منابع آبی. اون منابع آبی میتونه رودخانه دائمی، فصلی، چشمه و قنات باشه. اما حضور ذهن داشته باشید، در اولیا و سفلا دوستان گرامی به هیچ عنوان دنبال منابع آبی نباشید که در کنار منابع آبی شما بتونید مکان مهم رو پیدا بکنید. فلسفه ساخت اولیا و سفلا ساخت مقبره است، یعنی اولیا و سفلا رو طبق یک برنامه ریزی مدون و بسیار قوی ایجاد کردن که مقبره در اون تعبیه بشه و قلعه شاهی رو داریم در بلندی مشرف بر قلعه های ایالتی و قلعه های نظامی. ما تپه هایی رو داریم در کنار رودخانه فصلی یا دائمی و امتداد اولیا و سفلا دوستان عزیز از طلوع آفتاب به سمت غروب آفتاب هست، یعنی اولیاها و سفلاها امتدادشون دقیقا از طلوع آفتاب به سمت غروب آفتاب هست که این نشأت از اون میگیره که به پیشینیان ما به زاویه تابش نور خورشید بسیار معتقد بودند. خدمت شما عرض بشه که در حد اکثر دو فرسنگی اولیا و سفلاها ما مکان مذهبی داریم و مکان مذهبی و قبرستانمون در امتداد شرق هستند. خدمت شما عرض بشه که در اولیا و سفلا دوستان عزیز مورد مهم ما یک کوه نامی، یعنی شما در اولیا و سفلا بلندترین کوه و بلندترین کوهتون کوه نامی هست. حالا نامی یعنی چی؟ نامی رو من خیلی به صورت مفصل توضیح دادم، اما چند تا از منابع از نامهای نامی رو عرض میکنم خدمتون. پیر، خاتون، بی بی، بابا، شاه، شه، سلطان، این موارد نامی هستند. پس کوه نامی یا مقدس، در نزدیکی اون کوه نامی و مقدس شما به دنبال مقبره باشید. ما همیشه در باستان عرض میکنیم خدمتون، اگر میخواین موفق بشید باید مکان نامی رو پیدا بکنید و چشمه نامی و در کنار چشمه نامی شما تک سنگ غریب یا مهمان کنار اون سنگچین و فرونش هست. در اولیا سفلا این مورد صدق نمی کنه، یعنی شما دنبال خدمت شما عرض بشه که دنبال منابع آبی و سنگ هرمی و خدمت شما عرض بشه که سنگ مهمان کنار چشمه نباشید. شما در کوه نامی و مقدس به دنبال مقبره باشید. اگر بشینید کمی فکر بکنید، کمی بررسی بکنید، کمی داده های محیطی و مؤلفه های محیطی رو در نظر بگیرید، مطمئنن مقبره رو خواهید یافت. امیدوارم این مطلب هرچند کوتاه مورد استفادتون قرار گرفته باشه. باز هم عرض میکنم خدمتون از پیج خودتون حمایت بکنید، این حمایت شماست که به بنده انرژی میده. باز هم مثل همیشه، دعای همیشه،
امضای خدا پای تمام آرزوهای زیبای تک تک شما دوستان عزیز. حق نگهدار.